دوستای عزیز سلام، وقت بخیر. شبیر احمد صالحی هستم. پارت سوم بخش تولز بار را میخوایم ثبت بکنم. خب در پنسل پاک رسیده بودیم، حال بعد از این میریم سر شیپ بیلدر تول که شرکت شفت ام است. در این قسمت ما چی کده میتونیم؟ مثلا اگر دو دایره رد در رد داشته باشیم، ما ال زدم، الپس تول انتخاب شد، اینجا دو دایره بالای هم می داشته باشیم. خب با شیپ بیلدر تو باید هر دو شکل همزمان انتخاب بکنیم. ما کنترل گرفتم و با لفت کلیک هر دو شکل انتخاب کردم. حال وقت ما بالای این خط سلیکت بکنم، این خط از بین میره. و وقت بالای این خط سلیکت کنم، این خط از بین میره. اگر ما کنترل زد کنم، آلت نگه دارم، بالای هر خطی که کش کنم مکمل مو دایریش از بین میره. در قسمت که دیگه اشکال موجود می باشه تمامش از بین میره. مثلا ما اینجا می خواهیم سلیکت کنم، ای دایره از بین میره. اگر من اینجا سلیکت کنم، ای طرف از بین میره. تا جایی که خطوط دیگه از اشکال وصل نیست، تو اون قسمت ها تمام شکل از بین میره. یس شیپ بیلدر تول. خب میایم در قسمت گریدینت تول. گریدینت تول چی کار میکنن؟ مثلا ما یک شکل داریم، این شکل اگر پیش فرض بگیریم با گریدینت تول. خب اول در قسمت باید در قسمت طرف راست پنل گریدینت تول از ویندوز باید ما فعال داشته باشیم، گریدینت تول. خب اگر شکل انتخاب باشه، بالای دورنگی گریدینت سلیکت بکنیم، اینجا به این شکل یک شکل به خود میگیره، یعنی شکل دورنگه ما میتونیم داشته باشیم. خب اینجا میتونیم رنگ ها رو تغییر بدیم. اگر ما بالای زیر رنگ سلیکت کنم، اینجا بیایم یک رنگ دیگر سلیکت کنم، دی قسمت سلیکت میکنم، باز دبل کلیک میکنم، میایم یک رنگ لیمویی را مثلا سلیکت میکنم، دی قسمت باز میرم رنگ فیروزه ای را و میتونم همین رقم جایشان انتقال بدم که شما در شکل متوجه هستین تغییرات می این تغییرات هم بیشتر آورده میتونیم، به اینکه مثلا یک رنگ بیشتر باشه، یک رنگ کمتر. میتونیم اپوسیتیش صفر بسازیم یا در اپوسیتیش تغییرات بیاریم و موقعیت یک نقطه را میشه تغییر بدیم. مثلا نیره ما آوردم در 50%. در گریدینت تول میتونیم زاویه ها را تغییر بدیم. مثلا من 90 درجه میسازم، میره میشه 120 درجه بسازم که از یک گوشه رنگ ها پخش شوه. و این سه گزینه دیگه هم، دو گزینه دیگه هم داره که مثلا اگر این را انتخاب کنیم، از وسط رنگ ها پخش میشه. هر رنگ را که انتخاب کردیم، امی خط را که گریدینت تول تشکیل داده از مرکز به طرف اطراف تشکیل میشه. و ای باز کاملا یک بحث علایده داره که باز بعدا تشریح خود کردیم. خب در قسمت فکر کنم دیگه چیز نمونده. اگر بخوایم رنگ اطراف را گریدینت بتیم، باید نیر سلیکت بکنیم. باز در اینجا میتونیم که مثل دفعه قبل رنگ را تغییر بدیم. ای از استروکش. خب میایم سر آی دراپر تول. کارشی است که مثلا یک رنگ بر ما کپی میکنه. فرض مثال ما همین گریدین تول در اینجا انتخاب کردیم، میایم اینی شکل میخوایم که با رنگ گریدین تول یعنی سیاه و سفید تغییر کنه. شرکت آی دراپر تول آی است. اگر ما این انتخاب کنم، بیایم سر ازی سلیکت کنم، مکمل شکل رنگ مستطیل میگیره به خود. یا اگر ما بیایم با سلیکشن تول مثلا دایره را انتخاب بکنم، اینجا دیگه شکل نداریم. خب فرض کنه اینی رنگ سفید ما انتخاب میکنم، بدون از اینکه برم از بالا رنگ انتخاب کنم یا از این قسمت ها بیایم سویچز یا کلر گاید پیدا کنم، میتونم که مستقیم اینمی رنگ هم از سرازی کپی کنم. این دایره را انتخاب میکنم، میرم آی دراپر تول انتخاب میکنم، بالای سلیکت میکنم، رنگ کپی میشه. حتی میشه بالای چند رنگی ها هم این کار را انجام بدیم. میایم سر گزینه بعدی که به نام وای تول است که شارتکت شفت دبلیو است. در وای تول ما چی کرده میتونیم؟ مثلا اینی یک دایره است که استروکش میتونیم دبل بسازیم یا زخیم بسازیم. دی قسمت میشه مثلا اگر آلت بگیرم، از یک جهت یا از یک زاویه زخیم میشه. اگر شفت بگیرم مثلا، ببینین تغییرات، اگر شفت بگیرم از دو جهت تغییرات میایه. خب مثلا ما
یه خط مستقیم میکشم اینجا با لاین سیگما تول، میایم با وای تول ایر زخیم میسازم مثلا به این قسم. اگر ما شفت بیرم دوستو متوجه باشین، ببینید شفت که میرم در تمام شکل تغییرات میاید. اگر ما آلت بگیرم فقط از یک جهت تغییر میکنه، یا مثلا در این نقطه، در حالی که نقطه های بعدی دیگه تغییر نمیکنه. اگر بدون شفتی کار بکنیم در تمام نقطه تغییرات میه. ببینید دوستا، وقت آلت و شفت ایلا بکنین به شکل نقطه قبلی تغییر نمیکنه. اگر ما شفت بگیرم در نقطه های قبلی هم تغییرات وارد میشن. یاز وای تول. خب دوستا، میایم سر بلند تول که شارکتش W است. وقتی W رو ما بزنم مستقیم میگزینه فعال میشه. بلند تول چیکار میکنه؟ مثلا فرض مثال ما دو شکل دارم، یکی اینی بیزوی رو فرض کنید داشته باشیم و یک اینی شکل مثلا داشته باشیم. اگر هر دوی از اینا رو ما انتخاب بکنم، هر دوی از اینا رو انتخاب بکنم، رای اصلیش یا رای قانونیش از اینجاست که از طریق آبجکت میریم بلند تول انتخاب میکنیم، میک میزنیم، دبین زی شکلهای تشکیل میشه که هر دو را با هم میکس میکنه و شکلهای مشابه از این دو تشکیل میشه. خب دوستا، اگر در آبجکت بریم در بلند تول قسمت ریلیز اگر بزنیم، دوباره این شکل از بین میره، بلند تول از بین میره. اگر دوباره این را فعال بکنیم میک میزنیم، میاییم در قسمت پایینش بلند آپشن. ای یک گزینه بسیار مهم از دوستا. اگر از اسموت کالر میره بکشم بیارم سر اسپسیفاید استپس، اینجا میتونم تعداد اشکال که در وسط این دو شکل تشکیل شده میتونم تغییرات بیارم درش. مثلا هرچی میره زیاد بکنم، متوجه هستم که در بین از این دو شکل شکلهای مشابهی که تشکیل شده زیاد میشه. خب این با اساس مو فاصله هست، مثلا به فاصله 1.411 میلیمتر شکلای مشابه در بین از اینا تشکیل شده. خب ما هم قسمت اولش انتخاب میکنم، اوکی میکنم. اگر از طریق ابزارش استفاده بکنیم، ما دوباره ایره کنترل زد بکنم، چیکار میکنیم؟ بلند تول انتخاب میکنیم، ما از این انتخاب میکنیم، میایم سر از این. خب یکیش باید انتخاب باشه، مثلا ایره انتخاب میکنیم، از این کش میکنم، میایم سر از این مندازم، یا از این کش میکنم سر از این. به این شکل همون کار رو میتونیم از طریق ای ابزار که در اینجا شارکتش وجود داره میتونیم استفاده بکنیم. میایم سر آرتبورد. دوست آرتبورد قبلا هم تشریح کرده ایم. آرتبورد مربوط صفحه میشه. وقتی ایره انتخاب میکنم یک صفحه داریم که اینجا خودش اتومات سلیکت میشه. میتونیم با ای آرتبورد صفحات متعدد در هر گوشه با هر سایز ایجاد بکنیم که در بالا سرش وقتی که ای آرتبورد سلیکت باشه بر ما نشان میده که ای آرتبورد اول است، ای دوم است، مثلا ای سوم است. خب هرچی که آرتبورد تشکیل بده میتونیم از اینجا استفاده بکنیم. اما خب یک تکنیک دیگر هم براتون بگویم. اگر بخوایم مثلا اینجا یک شکل داریم، این شکل مربع یا چندزولی را که در اینجا داریم، اگر یک صفحه ما برابر امی چهارزولی یا ششزولی بخوایم بسازم، آرتبوردی که انتخاب است، اگر ما بالای شایزولی دبل کلک بکنم، امو آرتبورد میای به اندازه از این شایزولی میشه. یا مثلا ای آرتبورد انتخاب میکنیم، میایم سر از این پرنده سلیکت میکنیم، سر پرنده دبل کلک میکنم، نشد، دوباره ای آرتبورد رو انتخاب میکنم، میایم سر پرنده دبل کلک میکنم، امو آرتبورد میای به اندازه از این پرنده میشه یا مشکل مورد نظر ما. خب ما اینجا پنلش هم داریم. اگر پنلش شما پیدا نکردید میتونید از طریق ویندوز آرتبورد فعال بکنید، اینجا باز میشه و در این صفحه یا در این پنل هم میتونیم که مثلا صفحه اضافه بکنیم، صفحه بالا بریم، پایین بریم، یک صفحه رو دلیت بکنیم، یا در اینجا در ترتیب یا چینشش تغییرات بیاریم، فاصله بینش تعیین کنیم و تعداد ستونهایش تعیین بکنیم و راستچین و چپچین. بالاخره تغییرات لازم هم میتونیم از این قسمت بیاریم. خب اگر بریم در ابزار بعدی که به نام زوم تول است، خب با زوم تول همتون آشنا هستین. وقتی که زوم تول انتخاب باشه،
سلکت کنم روی صفحه زوم میشه، اگر آلت بگیرم پس کلیک کنم دوباره زوم اوت میشه. دوستو یک تریک دیگر هم برتون بگویم در اینجا، مثلا زوم تول انتخاب است، شما میین یک قسمت را انتخاب میکنین، اما قسمت را که میخواین بسیار زیاد زوم بکنین اما قسمت انتخاب بکنین و کش بکنین. به این شکل هر اندازه که خواسته باشین میتونین با این ابزار به این شکل صفحه را زوم بکنین یا زوم اوت بکنین. میم در پوینتر از اینجا رنگ است دوستا، با سلکشن تول مثلا من این رنگ انتخاب میکنم میارم اجد این گوشه، فرض کنین اینجا رنگ اطرافش سلکت است چون استروک در مقابل آمده و رنگی که پر است در پشت سر است این رنگ استروک نشان میده و رنگ لیمویی که در پشت سرش است رنگ وسطش نشان میده. اگر من اینی گزینه رو بزنم رنگا عوض میشه، رنگ اطراف میاد در وسط، از وسط در اطراف میره. به این شکل اگر اینجا استروک زیاد معلوم نمیشه میشه که از قسمت کنترل که میره و قبلا براتون تشریح کردیم استروک میشه سایزش یا زخامتش بالا ببریم. دوستا میایم سر قسمت بعدی، ده این قسمت بعضی ده قسمت بعضی آپشن های دیگه اومد، بعضی ابزار های دیگه که ما با ایش قدر کار نداریم به این خاطر یا ده ای گوش آمدن. اگر ضرورت شد من براتون اینا رو هم تشریح خود کردم در جریان درس های بعدی. ابزارهای مهمی که بود امی ابزارهایی است که در اینجا در ورک اسپیس اسنشیالز در اینجا بر ما خود ادوبی ایلاستراتور قطار کرده، از اینا به صورت اعظمی میتونیم استفاده بکنیم. در درس بعدی انشالله ای پنل ها رو براتون درس خواهد دادم. دوست عزیز موفق و کامگار باشین، چنل مرا سابسکرایب بکنین، وقت خوش، خدا نگهدار.